پیشبینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهان در سایه کرونا. اقتصاد ایران امسال 5% کوچک می شود. گزارشی که نشگی را از سر معتادان می پراند. یک تحقیق جدید نشان می دهد که تریاک می تواند 3 نوع سرطان ایجاد کند. و روایتی تازه از اسطوره های کهن، نگاهی به جنبه های کمتر شناخته شده در شاهنامه فردوسی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. اوضاع اقتصاد جهان به آن بدی هم که فکرش را می کردیم نیست. این خلاصه گزارش جدید صندوق بین المللی پول یا IMF درباره چشمانداز اقتصادی جهان است. گزارشی که پیشبینیش درباره میزان رکود اقتصادی در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران را تعدیل کرده. طبق این گزارش IMF انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی ایران و افغانستان امسال منفی 5% باشد. بهرنگ تاجدین در گزارشش میگوید این نهاد بین‌المللی هشدار داده که جبران ضربه شیوع کرونا به اقتصاد شرط و شروطی دارد. وضع اقتصاد ایران هرچه باشد گل و بلبل نیست. شیوع کرونا و تحریم‌های آمریکا دست به دست هم دادند تا برای سومین سال پیاپی تولید ناخالص داخلی به جای رشد کردن کم بشود. سقوط ارزش ریال، گرانی و بیکاری هم زندگی را دشوارتر کرده. صندوق بین المللی پول یا IMF 6 ماه پیش گفته بود انتظار دارد اقتصاد ایران امسال 6% کوچک شود، تورم 34% باشد و نرخ بیکاری 16.3%. ولی در تازه ترین گزارش این نهاد بر اساس آمار و ارقام بانک مرکزی ایران این پیشبینی ها کمی تعدیل شده. نرخ رشد اقتصادی به منفی 5%، تورم به 3.5% و نرخ بیکاری به 12.2%. شیوع کرونا به اقتصاد افغانستان هم ضربه شدیدی زده و تورم را افزایش داده. IMF انتظار دارد نرخ رشد اقتصاد افغانستان در سال جاری میلادی منفی 5% باشد، ولی در سال آینده اقتصاد این کشور 4% رشد کند تا بخش قابل توجهی از رکود امسال جبران شود. از آغاز همه‌گیری جهانی کووید 19، دولت‌های مختلف جهان همزمان با تلاش برای نجات جان مردم به سختی سعی کردند اقتصادهایشان را هم زنده نگه دارند. IMF میگوید این تدابیر تا حدی مؤثر بوده و میزان بدبینیش اندکی کمتر شده. در تازه ترین گزارش چشمانداز اقتصادی جهان ما همچنان رکود عمیقی را برای 2020 پیش بینی کرده ایم. انتظار داریم رشد جهانی منفی 4.4% باشد که کمی از پیش بینی ما در ماه ژوئن بهتر است. در چند ماه اخیر در خیلی از کشورهای کرونا زده دنیا مغازه ها کم کم باز شدن و مشتری ها به خیابون ها برگشتن، ولی صندوق بین المللی پول از راهی سخت و ناهموار در پیش روی اقتصاد دنیا صحبت میکنه، از اینکه حتی بدون موج دوم همه‌گیری هم ترمیم زخم های اقتصادی کووید 19 کاری سخت و زمان بر. IMF چند شرط برای رونق اقتصاد جهانی گذاشته. همکاری بین المللی برای خاتمه همه‌گیری مخصوصاً در زمینه تست، درمان بیماران و ساخت و توزیع واکسن، جلوگیری از صدمات ماندگار به اقتصاد با حمایت مالی از کسب و کارها، کارکنانشان و افرادی که شغلشان را از دست دادند، و سرمایه گذاری روی توسعه پایدار و اقتصاد سبز و نیز بازآموزی افرادی که شغلشان را از دست دادند تا بتوانند در بخش‌هایی مثل کسب و کارهای آنلاین مشغول شوند. خیلی مانده تا این بحران تمام شود. بازار کار بیشتر دو قطبی شده و افراد با مهارت پایین و زنان ضربه شدیدتری خوردند. فقرا هم دارند فقیرتر می شوند و انتظار می رود تنها امسال 90 میلیون نفر به فقر مطلق دچار شوند. بعضی ها فکر می کردند که کرونا بین فقیر و غنی تبعیض قائل نمی شود و حتی انتظار داشتند که کشورهای ثروتمندتر ضربه شدیدتری بخورند. ولی IMF می گوید راه پیش روی فقیرترها پردست اندازتر است.
بزرگترین و معتبرترین مؤسسات تحقیقاتی دنیا بیش از 20 پژوهش در مورد تریاک را کنار هم گذاشتند و به این نتیجه رسیدند که تریاک منجر به 3 نوع سرطان می شود. این خبر برای ایرانیان که طبق آمار رسمی بیش از 40% تریاک دنیا را مصرف می کنند اهمیت ویژه‌ای دارد. نازنین معتمدی نگاهی کرده به نتایج این تحقیق که در مجله لنست چاپ شده. نتیجه تحقیقات جدید کوتاه و تکان دهنده. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که مصرف تریاک منجر به سرطان مثانه، سرطان حنجره و سرطان ریه میشه. همینطور احتمال ابتلا به سرطان‌های مری، معده و لوزالمعده رو هم بیشتر میکنه. این خبر باید نشئگی رو از سر مصرف کنندگان تریاک بپرونه که تعدادشون در ایران کم هم نیست. 40% تریاکی که در کل دنیا تولید میشه در ایران مصرف میشه. 40%. تریاک سوخته و شیره از چند طریق ممکن ایجاد سرطان بکنند. اولا بعد از حرارت دیدن و سوختن ترکیبات عالی شیمیایی تولید می کنند که باعث جهش سلولی می شه و سرطان زا هستند. دوما موادی که قاچاقچیان برای سنگین تر کردن تریاک بهش اضافه می کنند که شایع ترینش سربه، اونا هم خودشون سرطان زا هستند. مثلا در مورد سرطان مثانه، تریاک دریچه مثانه رو منقبض می کنه و خروج ادرار رو کندتر می کنه. بنابراین مواد سرطانزای تریاک مدت زمان طولانی تری در مثانه میمونن و این باعث بروز سرطان میشه. این نتایج تحقیقاتیه که دانشمندان و پزشکان جهان چند ده سالیه که دارن روش مطالعه میکنند. و چون ایران بزرگترین مصرف کننده تریاک در دنیاست، بیشتر این تحقیقات در این کشور انجام شده بود. چند مطالعه از سال 1353 زیر نظر سازمان بهداشت جهانی در ایران شروع شده بود. یک تحقیق در شیراز که در همون مراحل ابتدایی هم نشون داده بود که تریاک احتمال بروز سرطان مثانه رو در مردان شدیداً بالا میبره و یک تحقیق دیگه در شمال ایران که نشون داده بود تریاک احتمال ابتلا به سرطان مری رو زیادتر میکنه. اما انقلاب 57 نقطه پایانی بود بر این تحقیقات. 17 سال قبل دوباره یکی از بزرگترین پروژه‌های تحقیقاتی سرطانی در ایران رقم خورد. این مطالعه روی 50,000 نفر در استان گلستان انجام شد. این تحقیق با همکاری دانشمندان تراز اول از دانشگاه تهران، سازمان بهداشت جهانی، مؤسسه ملی تحقیقات آمریکا و دانشگاه کمبریج انجام شد. محققان این 50,000 شرکت کننده رو در طول سالیان مختلف مصرف تریاک، سیگار و تغذیهشون رو بررسی کردن و ازشون نمونه خون، ادرار، ناخون و مو گرفتند و در نهایت این به یکی از مؤثرترین تحقیقات در سرطانزا بودن مصرف تریاک منجر شد. بعضی ها میگن تفریحی دود میکنیم، بعضی ها میگن تریاک مسکن دردشونه. با هر منطق یا بهانه‌ای نتیجهش میتونه بیمارستان، شیمی درمانی و تمام گیر و گرفتاری های سرطان باشه. نازنین معتمدی، بی بی سی. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای دولت سوریه و روسیه را به بمباران مراکز غیر نظامی در استان ادلب متهم کرده. در گزارشی که این نهاد منتشر کرده، آمده که از بهار پارسال تا بهار امسال صدها نفر در حمله این نیروها به مدارس، بیمارستان‌ها و دیگر اماکن غیر نظامی کشته شدند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید دولت‌های سوریه و روسیه مرتکب جنایات جنگی شدند. جزئیات بیشتر از فرین آسمی. 46 حمله هوایی و زمینی توسط ارتش سوریه و متحدش روسیه به مدارس، بیمارستان‌ها و بازار در ادلب. حملاتی که باعث کشته شدن صدها غیر نظامی و آواره شدن هزاران نفر شده. آماری که سازمان دیدبان حقوق بشر در گفتگو با ده‌ها شاهد عینی و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و صدها عکس از محل حملات به دست آورده.
تحقیقات ما درباره این حملات نشان می‌دهد که ارتش سوریه و نیروهای روسیه بارها قوانین جنگ را نقض کرده و جنایات جنگی آشکار مرتکب شدند که احتمالاً جنایت علیه بشریت هم هست. این حملات به اشتباه انجام نشده. در حقیقت ممکن است بخشی از استراتژی سوریه و روسیه باشد برای اینکه زندگی غیر نظامیان در ادلب را هدف قرار دهند تا آنها را مجبور به فرار کنند. استدلال ارتش سوریه و نظامیان روسیه مبنی بر اینکه فقط مواضع مخالفان نظامی را هدف قرار می‌دهند به وضوح اشتباه است. ما نتوانستیم هیچ نیروی نظامی یا اسلحه یا تجهیزات نظامی در اطراف هیچ کدام از محل‌هایی که مورد حمله قرار گرفتند پیدا کنیم. In the direct proximity of any of the attacks that we documented. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ده‌ها مقام سوری و روس از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در این حملات مسئول هستند. هم بشار اسد و هم ولادیمیر پوتین هر چند وقت یک بار درباره آنچه در ادلب می‌گذرد مطلع می‌شدند. بنابراین اینکه بگویند ما نمی‌دانستیم پذیرفته نیست. آنها دقیقاً می‌دانستند چه اتفاقی دارد می‌افتد و ما هیچ مدرکی مبنی بر اینکه بخواهند عملیات را متوقف کنند نداریم. شهر معرت النومان در استان ادلب یکی از مناطقی است که حملاتی در آن علیه غیر نظامیان انجام شد. حدود یک سال قبل یکی از دو درمانگاه این شهر که هنوز بر اثر جنگ تعطیل نشده بودند هدف حمله قرار گرفت. تعدادی از بیماران هم زخمی شدند. من دم در دفترم وایساده بودم. زن بیماری در مقابل من ایستاده بود. از او پرسیدم صدایی شنیدم. به نظرت خمپاره بود؟ گفت آره. صدای خمپاره در جای دور از ما. هنوز صحبتش تمام نشده بود که خمپاره به درمانگاه خورد. یک زن که در مقابل اتاق دندانپزشک نشسته بود زخمی شد. مدارس، خانه ها و بیمارستان ها اهداف نظامی هاست. اینجا بازاری در معمرت و نومان است. حمله هوایی نیروهای سوریه و متحدان روسشان به این بازار در تابستان سال گذشته ده‌ها زخمی به جای گذاشت. دیدبان حقوق بشر گفته‌های شاهدان عینی را با تصاویر ماهواره‌ای مقایسه کرده. برای مثال این منبع آب در ویدیوهای شاهدان عینی دیده می‌شود. تصاویر ماهواره‌ای هم وجود آن را تایید می‌کنند. این هم یکی از مرگبارترین حملات است به یک بازار و چند ساختمان در تابستان گذشته. 43 غیر نظامی هم کشته شدند و 75 نفر زخمی. ارتش روسیه دست داشتن در این حمله را رد کرد. با اینکه سازمان ملل بارها عملیات علیه غیر نظامیان در ادلب را محکوم کرده، حملات همچنان ادامه یافته و هیچ کس برای این حملات پاسخگو نبوده. ارتش سوریه و متحدش روسیه عملیات برای پس گرفتن ادلب و مناطق اطراف آن از دست نیروهای مخالف دولت بشار اسد را از بهار سال گذشته آغاز کردند. جنگ در سوریه که 9 سال پیش شروع شد، صدها هزار کشته و میلیون ها آواره به جای گذاشته. فرین آسمی، بی بی سی. دولت یونان تصمیم گرفته دو اردوگاه مستقل پناهجویان را در جزیره لسبوس تعطیل کند و ساکنان آن را به اردوگاه موریا بفرستد. این اردوگاه که به تراکم جمعیت و شرایط بد بهداشتی شهرت داشت، ماه پیش در آتش سوخت و 13 هزار نفر آواره شدند. یونان به تازگی اردوگاه دیگری در موریا برپا کرده. دو اردوگاهی که در این جزیره در آستانه تعطیلی‌ان، میزبان آسیب‌پذیرترین پناهجویان هستند. دو همجنسگرای فارسی زبان این اردوگاه به پرهام قبادی گفتند که فکر بازگشت به موریا وحشت به جانشان انداخته. جانم در خطر انداختم، اومدم اینجا به این کشور پناه بردم. موریا اصلا برای من امن نیست، برای LGBT امن نیست. اینجا بارها تجاوز شدم، بارها گوشیمو گرفتن. تحقیر هم میکنم، یعنی بری به پلیس بگی حتما سرت از بدنت جدا میکنی، فوشم بدن. یوسف همجنسگرای ایرانی افغان گرفتار در جزیره لسبوس یونان و این اتاقی که پس از ماه‌ها سختی در آن به آرامش رسیده. گرایش های جنسیش را که میگوید حکومت و جامعه مذهبی ایران سرکوب کرده به تصویر کشیده. من به خاطر حفظ جانم پدرم رو ترک کردم، وطنم رو ترک کردم، رفتم ترکیه. ترکیه هم شباهت زیادی به ایران داشتم.
قضاوتهایی که داخل ایران بود، نگاهی که داخل ایران بود، توهینا که داخل ایران بود، همه داخل ترکیه هم بود. از ترکیه فرار کرد اومدیم یونان، بعد ما رو آوردن به جهنم موریا. بعد از 8 ماه زندگی در اردوگاه بدنام موریا که اخیراً آتش گرفت و کاملاً سوخت، 1 ماه است به اینجا منتقل شده. اردوگاه پیکپا که میگوید هدفش این است که با پناهجویان با کرامت انسانی رفتار کند. اردوگاهی برای آسیب پذیرترین پناهجویان که یک نهاد بشر دوستانه آن را اداره می کند و نه دولت یونان. 100 نفر ساکنش افرادی هستند با بیماری های خاص، کودکان بی سرپرست، قربانیان شکنجه و تجاوز و LGBT یا همان اقلیت های جنسی، مانند یوسف. اما هنوز نرسیده، خبر آمده که یونان تصمیم گرفته 2 اردوگاه مستقل پناهجویان را در جزیره لسبوس تعطیل کند. اردوگاه کاراته پرا تا پایان سال میلادی و اردوگاه پیکپا که یوسف در آن مستقر است را تا پایان این ماه میلادی و همه ساکنانش را به موریای جدید بفرستد. حتی فکر بازگشت به موریا در جان یوسف وحشت انداخته. شرایط اینجا برای جیبیتا خیلی سخته، خیلی وحشتناکه. موریا جهنم دومه برای مهاجرا، برای LGBT ها. موریا اصلا امنیت نداره. یوسف تنها کسی نیست که فکر برگشت به موریا برایش به کابوسی بدل شده. یک پناهجوی همجنسگرای ایرانی دیگر که نخواست هویتش فاش شود، میگوید موریای جدید از قبلی هم بدتر است. والا هیچ امید آینده‌ای نمیبینم تو اون کمپ جدید که از موریای قبل هم بدتره. اونجا حداقل اگر یه حمامی بود که آبش هم همیشه سرد بود، اینجا دیگه همون هم نیست. مردم الان مجبورن به خاطر حمام گرفتن برن دریا، که خیلی ناجور، خیلی وحشتناکه. زنا، بچه های کوچیک، حتی یک مورد دیروز 2 بچه نزدیک بود غرق بشن که مردم نجاتشون میدن. موریا کمپی بود که ظرفیت 1800 پناهجو را داشت، اما 13000 نفر در آن اسکان داشتند. اردوگاهی که پناهجویان به آن جهنم موریا میگویند، آخر طعمه آتش شد. بعد از چند هفته آوارگی، یونان موریای تازه‌ای برای ساکنانش برپا کرد. با امکانات کمتر و شرایط بهداشتی بدتر. با اولین باران پاییزی 80 چادر از بین رفت. از یکی از کارکنان اردوگاه پیکپا دلیل اقدام یونان برای تعطیل کردن کمپشان را پرسیدم. نمونه های مثل اردوگاه ما که با احترام از پناهجویان میزبانی میکنه و از ورود اونها به جامعه استقبال میکنه، برای یونان و اروپا اسباب زحمت شده و نمونه های اینطوری باید ناپدید بشه، چون نشون میده در اروپا همبستگی آن کام پذیره و ارتباط و پذیرش امکان داره، چون نشون میده امکان داره و ضروریه که با عزت و احترام میزبان مردم بود و ظاهرا این چیزی نیست که اروپا این روزها میخواد. خانم دوپون میگوید موریا برای ایجاد وحشت است تا پناهجویان به اروپا نیایند. در سالهای گذشته شاهد این بودیم که اروپا میخواد یه سیستم بازدارنده ایجاد کنه. ظاهرا هدف اینه که اگر شرایط رو به اندازه کافی برای پناهجویان وحشتناک کنی، مردم در نهایت دیگه نمیان اروپا. بسیاری از پناهجویان به امید زندگی بهتر دل به دریا زدند و خود را به اروپا رساندند. اما رفتار دولت یونان در جزیره لسبوس آب پاکی را روی دست بسیاری از پناهجویان می‌ریزد. ما فکر می‌کردیم اینجا برابری باشه، فکر می‌کردیم حقوق بشر باشه. فکر می‌کردیم واقعاً خیلی چیزای بهتری ببینیم، برخوردهای بهتری ببینیم، رفتار محترمانه‌تری ببینیم. یکم به شخصیت ما، به خود ما، به فرهنگ ما یه خورده احترام بذارن. اگر احترامم نمیذارن، بی احترامی نکنن. جوری شرایطی به وجود نیارن که کمتر از حد یک انسان واقعی باشه. همین شرایطی که الان موریا داره واقعا شرایطی نیست که یک انسان واقعا بتونه توش زندگی کنه و دوام بیاره. به طور حتی چند روز. واقعا خطرناکه و غیر ممکن. یوسف به تازگی گیاه در باغچه جلوی اتاقش کاشته بود تا دوران بلا تکلیفی را تحمل پذیرتر کند. بذر امیدی که جوانه نزد. نزدیک 1 سال شده من اینجا بلا تکلیف موندم داخل موریا. روز به روز تحقیر میشم، چندین بار تجاوز شده بهم، روانی شدم. شبا نمیتونم بخوابم اینجا، نمیتونم برم صف غذا، میترسم از ترسم، نمیتونم برم غذا بگیرم از صف غذای اینجا، نمیدونم چیکار کنم. ترس های کسی که خواسته زیادی ندارد.
من فقط آرامش میخوام، اومدم اینجا به آرامش برسم، یه جای امن باشه که از من محافظت کنه، همینو میخوام فقط. پرهام قبادی، بی بی سی. هر فارسی زبانی در هر جای دنیا نه تنها نام شاهنامه را شنیده، بلکه با بعضی از شخصیت‌ها و داستان‌های آن آشناست. از رستم و سهراب تا زال و رودابه و ضحاک و کاوه، ردپای این اثر را می‌توان در جای جای فرهنگ و هنر سنتی و مدرن ایرانی هم دید. حالا احمد بارکیزاده، هنرمند ایرانی در برلین، تلاش کرده روایتی تازه از داستان و شخصیت‌های شاهنامه ارائه کند و جنبه‌های کمتر شناخته شده آنها را به تصویر بکشد. مریم انصاری با این هنرمند و با جلال خالقی مطلق، یکی از مشهورترین مصححان و پژوهشگران شاهنامه، گفتگو کرده. تاریخ باستان و سرنوشت دیروز و امروز ایرانیان خود را در داستان‌ها و حماسه‌های شاهنامه باز می‌یابند. اثری که نقشی کلیدی در هویت فرهنگی مردمان این سرزمین داشته و رسم روزگار به آنان نشان داده. احمد بارکیزاده، هنرمند ساکن برلین، میگوید شاهنامه پر است از شخصیت‌ها و حوادثی که یا به تصویر کشیده نشدند یا به زبانی پرتکلف و کلیشه‌ای روایت شدند. شاهنامه خیلی کوچه پس کوچه داره، خیلی جزئیات داره. هنوز احساس میشه که به یک زبان جدید برای گویش شاهنامه، گویش تصویری شاهنامه احتیاج هست. اگر این عادت بشه که ما از صحنه‌های ادبیات خودمون به صورت جدید، به صورت مدرن امروزی نقاشی و تندیس درست بکنیم، خیلی خوبه، خیلی چیز زیبایی است. کاری که ما خیلی کم انجام داریم، در غرب زیاد انجام شده. بهتره ما با هنر نقاشی مدرن، با تندیسکاری مدرن، شخصیت‌های ادبی خودمون رو نمایش بدیم و این کارها هنوز جاش خالیه در ایران. اینی که کار آقای بارکزاده از این جهت اهمیت داره که به موضوعات شاهنامه می‌پردازه. فردوسی شخصیت‌های شاهنامه، زنان، مردان و قهرمانانش را با صفات پسندیده و پلیدشان به روایت کشیده. آنها هم حماسی‌اند، هم زمینی و در میان ما. یکی از ویژگی‌های شاهنامه تفاوت شخصیت هاست. یعنی اینکه هر فردی منش و شخصیت خاص خودشو داره. یعنی الگو نیستن. در ادبیات ما بیشتر مرد و زن الگو هستند، از روی یه پیش الگو ساخته میشن، یه صفات اخلاقی خاصی دارن، همشون اونطور هستند. این جور زن خوبه، این زن بده، این مرد خوبه، این مرد بده. در حالی که در شاهنامه شاعر یا مأخذ شاعر منش پردازی کرده، یعنی شخصیت سازی کرده، هر کسی فردیت خودشو داره. ایرج، پادشاه ایران شهر، که به دست برادرانش کشته می شود، پشت پرده، دور از چشم بقیه. چارپایه تو سرش خورده می شه و بعد با ضربات خنجر اون رو می کشن. این المنت ها، پرده، خنجر و چارپایه، اینا هر کدومیشون هم به خودی خودشون یه سری مفاهیم سمبولیک دارن. من یک نوار چشم هست، هزاران چشم، ایرج رو توی خلوت میکشن که کسی ندونه، ولی همه میفهمن اون چیزی که دیده شد. شخصیت ایرج رو من به صورت هموفرادیت کار کردم، زن و مرد، هم زن هم مرده. شما روی زنهای شاهنامه خیلی تاکید دارید و تو کاراتون هم خیلی برجسته هستن این زنها. شخصیتهای زن شاهنامه بسیار تاثیرگذار بودن تو خود داستانهای شاهنامه، بعد اینا اومدن توی تصویرگری های شاهنامه حذف شدن. تصویرگری های شاهنامه خیلی مردونه است. در شاهنامه خیلی مهمه که به زنان نقش داده شده، اونا وارد جامعه شدن، وارد میدان شدن، در حالی که در آثار دیگه ادب فارسی اصلا به زنان توجهی نمیشه. در ویس و رامین و شاهنامه که مأخذشون
آثار کهن پیش از اسلام بوده، میبینیم یک خودآگاهی در زنان وجود داره. گذر سیاوش از آتش. فرمای اون آتشی که در رابطه با سیاوش در آتش کار شده، اینا در واقع یه سری کارهای فولادکاری، آهنکاری هست که توی مراسم عزاداری تو ایران استفاده میشه به عنوان یک سری علم. این المان رو من اومدم خودش فرم آتش رو آنالیز کردم و با استفاده از این ایده اونها رو به صورت ریتمیک درآوردم و به حساب به صورت یک سمبل آتش درآوردم که اینا کنار هم گذاشته میشن. افسانه ضحاک. جمشید به شمشیر ضحاک دونیم شده. در تصویرگری کاوه و فریدون تنها از نشانها یعنی پیشبند کاوه و گرز فریدون استفاده شده. ببینید چهار چهره داریم ما. خواهران جمشید که در قصر ضحاک هستن و پسران کاوه. باز دوباره اومدم اینا رو من هموفرودیت کار کردم. معلوم نیست کدومشون دختره کدومشون پسره. توی شاهنامه میگه مغز جوانان رو خورد ولی نگفت مرد بودن یا زن بودن. زنان و مردانی که در این رابطه کشته شدن یا حبس شدن تو حبس ضحاک بود. حماسه های تراژیک شاهنامه پر است از صحنه های بی‌نظیری از صفات گرانمایه انسانی، عشق و فداکاری یا حسد و طمع و نفرت. مریم انصاری، برلین. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، بدرود.